سلام دوستان، با ویدیو اول سوالات پلیتیک در خدمتون هستم. سوال 1 تا 30. همه ویدیوها رو شما میتونید توی کانال، یعنی در واقع سایت اینترنتی یادگیری.de به راحتی ببینید و راحت دنبال کنید. خب سوال 1 میگه که آیا در آلمان، گفته که توی آلمان افراد اجازه دارن که راحت نظرشون رو در مورد حکومت، علیه حکومت بگن، منشن اوفن، آزادانه اتواز چیزی رو علیه حکومت بگن، چرا؟ جواب درست میگه که به خاطر اینکه اینجا آزادی بیان داریم. جوابای غلط، به خاطر اینکه میگه آزادی حکومت، یعنی حکومت هر کار دلش بخواد میتونه بکنه، یا اینکه افراد مالیات میدن، یا اینکه ما حق رأی داریم. نه، اینا غلطه بچه. این 3-4-5، یعنی 50 تا کلمه تقریبا زیاد میشنویدش. این آزادی بیان میشه جواب صحیح این سوال. این دویچلند کن، یعنی توی آلمان میتونن خانواده ها تا سن 14 سالگی برای بچهشون تصمیم بگیرن که آیا اون توی کلاس شرکت کنه یا نکنه. چه کلاسی؟ کلاس دینی، میشه ریلیگیونز اونترشت. کلاس تاریخ و سیاست و زبان نیست مسلم. میگه که آلمان یک حکومت قانونی هستش. منظور از این چی هستش؟ قانون مدار بر پای قانون گذاشته شده. منظور این هست که همه افراد، همه به قولن اینوونر میشه جمعیت، جمعیت اون کشور، ملت، در واقع در اون ملت که جزش باشن، müssen sich an die Gesetze halten، یعنی قانون رو رعایت کردن. میبینیم براتون قرمزش کردم، sich an die Gesetze halten معنی فارسیش میشه قانون رو رعایت کردن. حالا جوابای غلط، میگه که میخوام بهتون بگم که چرا غلطه. میگه که حکومت باید خودش رو، نباید در واقع خودش رو در برابر قانونا، یعنی قانون رعایت کنه. اشتباهش کرده به خاطر این نیشت. نو دویچه، فقط آلمانی ها باید گزتس به فولگن، هم میشه قانون رعایت کردن، ولی بیشتر اینو میشنوین، زیش اندی گزتس حال میشه قانون رعایت کردن. اینم این فقط آلمانی ها باید قانون رعایت کنن، غلطه. و اینجا میگه که گریشته ماخن دی گزتس، یعنی اون در واقع دادگاه ها هستن که قوانین رو میگذارن، که اینم غلطه. گفته که چه قانونهایی به قانون اولیه تعلق داره. بچه ها اسمشو میذاریم همون قانون اولیه، قانون پایه. این کلمه رو زیاد میشنویم توی این درس ها. گفته که چه چیزی به قانون اولیه تعلق داره. این سوال 2-3 بار تکرار میشه و جوابای صحیحش رو میبینیم. آزادی بیان میشه. چیزایی که هست، اسلحه حمل کردن، مالکیت اسلحه مسلماً غلطه. حقوق زنان مسلماً غلطه. از خود دفاع کردن مثلا، اینم غلطه. جز حقوقا هست این دوتا، اسلحه حمل کردن مسلماً نیست. حقوق زن و حقوق از خود دفاع کردن جز حقوق ها هست، اما جز قانون های اولیه نیست، جز گرونگرشتن نیست. خب گفته که رأی دادن توی آلمان آزاد هست. به چه معنا هست؟ جواب صحیح میشه رأی دهنده، در ویلر، کسی که وال میکنه، رأی دهنده اجازه داره بای در وال، یعنی با هنگام رأی دادن. این بچه ها گرامر هست که من اینجوریش کردم، میمشتم و در نخ، نه به این فلوس ویدن، نه کسی روش تأثیری بذاره، یعنی موقعی که میخواد رأی بده. مثلا یه نفر بیاد بگه روشش پش پش کنه که فلان دیکتاتور ها رش رأی ندی و اینجور چیزا، به این فلوس نش کنه، این اجازه نیست. این این بشتیمت شتیم ابگابه گتوونکن ویدن، یعنی اجبارش بکنی که اون چیز رو رأی بده. شتیم ابگابه، ابگیبن تحویل دادن، شتیم میشه رأی. میگه که اجبارش بکنی که این رأی بده، مثلا بهش بگی به آقای فلانی رأی بده، حتما. اینم وجود نداره. و همینطور و اونت کاینه نختایل دوشتی وال هابن، یعنی هیچ زیانی به خاطر رأی که میده نبینه. یعنی که مثلا
من بفهمم به آقای ایکس رای داده، من طرفدار آقای اپسیلون هستم، بیاد بیرون من کتکش بزنم بهش، من بهش به آقای ایکس رای دادی. خب پس اینم نمیشه. حالا این جوابای غلط و صحیح گفتم، غلط و سریع بگم که یعنی چی. گفته که اگر به فلانی رای بده مثلا بیان بهش 2 یورو بدن، همچنین چیز مسلما نیست. میگه که فقط افرادی که هیچ وقت در زندان نبودن اجازه دارن رای بدن. نه ربطی نداره، ممکنه یه نفر در زندان بوده قبلا ولی الان اجازه داره رای بده. فقط گفته که این، ببینید چجوری یه جوری سختش کرده برای فهمیدن. گفته که اله وال به قشتیگن، وال به قشتیگن یعنی کسایی که حق رای دادن واجد شرایط رای بودن، تمام افراد واجد شرایط باید رای بدن. نه همچنین چیزی نیست. تو آلمان یهو میبینین توی رای گیری یهو اصلا 40% جامعه شرکت نمی کنن. بایدی در کار نیست. کنن دورفن وی هست دی دویچه ففسون. گفته قانون اساسی آلمان اسمش چیه؟ حفظ کردن یه راحت، گروندگزتس، قانون پایه، قانون اساسی دویچه ففسون اسمش گروندگزتس هست، قانون پایه هست اسمش. اینم دیگه اصلا نمیگم به خاطر که اصلا معنیاش چرته. ولش رشت گهورت زو دن گروندرختن، یعنی میگه که چه قانون ها، چه حقوقی جزء حقوق اولیه هستن، حقوق اولیه انسانی هستن. بچه‌ها یه توضیح کوتاه بدم، حقوق اولیه انسانی اینا هست که مثلا انسان باید از چه چیزهای بهره‌مند باشه. مثلا میگه که آدم باید از مثلا تو آلمان میگه بیمه داشته باشی، سرپناه داشته باشی، غذا به اندازه کافی داشته باشی، لباس داشته باشی و شب که میخوابی جات گرم باشه و آب گرم برای حمام کردن داشته باشی. اینا جز مثلا قوانین اولیه آلمانی که میگه هر انسانی باید ازش برخوردار باشه اگر تو کشور آلمان زندگی میکنه. گفته که حالا اینا چه حقوقی به انسان تعلق دارن؟ Glaubens Strich und Gewissensfreiheit. این منظور این که Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit یعنی آزادی دینی و آزادی اندیشه داشته باشه، یعنی هر چیز دلش بخواد فکر کنه، به هر چیز دلش بخواد بخونه، به هر چیز بخواد بنویسه حتی. و این میگه که حالا جوابای غلط، میگه که رفتار، کار، خانه اینا نیست، یعنی اینا جزء حقوق اولیه نیست که تو کار داشته باشی، مثلا رفتار داشته باشی، یا مثلا آپارتمان داشته باشی. نه سرپناه باید داشته باشی. مثلا کسایی که اب داخلوزه هستن، بی سرپناه هستن، بهشون آپارتمان که نمیدن، میان چه کار میکنن؟ مثلا یه پانسیون درست میکنن، میگن اجازه دارین شبا بیان اونجا بخوابین، غذا بخورین، دوشتون رو بگیرین و اینجور چیزا. Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland? Nicht. اینو قرمز من براتون کردم، امتحان براتون اینو قرمز نمیکنه. میگه که اینا به چه چیزای جزء حقوق، ببخشید، حقوق اولی انسانی نیست. پس باقیش هست در واقع. یا پس اول اونا که با غلطه رو میخونی، چون اینا جزء حقوق انسانی هست. Alle sind vor dem Gesetz gleich، همه در برابر قانون یکی هستند. هر انسانی اجازه داره منظور، ببخشید، نظرش رو عنوان بکنه، نظرش رو بگه. همه باید به اندازه کافی درآمد، به اندازه هم درآمد داشته باشن. این غلطه، این جزء قوانین اولیه انسانی آلمان نیست، چون هر کسی ممکنه درآمدش متفاوت باشه بسته به شغلی که داره. و اینکه این فکر چیز کمونیستیه در واقع، اگر اشتباه نکنم تا اونجایی که میدونم، این افکار کمونیستی که میگن همه باید به اندازه هم پول داشته باشن، که هیچ وقت هم موفق نبود، چه تو چین، چه تو روسیه، هیچ جای دنیا، کره شمالی الان کمونیست ها بدبخترین آدم های دنیا هستن. Die Würde des Menschen ist unantastbar، یعنی آبرو و حیثیت یک انسان غیر قابل تعرض هست. پس این هم مسلمن میگوستن بچه ها، بعض سوال ها خیلی مشخصه که درسته. آبرو و حیثیت انسان هیچ جای دنیا قابل تعرض نیست، هیچ جای دنیا نمیگن بیان آبروتون رو ببرید. Welche Grundrecht ist in Deutschland für die Ausländer؟ میگه که چه قانون اولیه‌ای گیلت، معنای گیلت بچه ها همینجا بهتون بگم، معنای گیلت میشه، یه لحظه سب کنیم اینجا پاوز کنیم.
خب فعل گلتن گذشتش میشه گگلتن، معناش میشه به شمار آمدن، صدق کردن، معتبر بودن. شما یه فارکارته که مثلا میخرید میگین که das ist gültig bis مثلا دوسلدورف. این فعلش gültig gelten sein gegolten اینا همش از gelten میاد، یعنی ارزش داشتن، معتبر بودن، به شمار رفتن. حالا میگه که چه قانون اساسی اولیه فقط نوع فیو آوسلنده، فقط برای خارجی ها و خارجی های مرد، خارجی های زن هست. گونگشت آوف یعنی قانون اولیه بر پناهندگی. مثلا یه آلمانی که نمیتونه بیاد اینجا پناهندگی بگیره، پس این قانون فقط برای پناهندگی هست، ولی بقیه موارد برای همه هست: آزادی اندیشه، حیثیت انسانی و مراقبت از خانواده. گفته که حالا سوال ده، was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar، یعنی همسو، همگام، همسازگار با قانون اولیه انسان هست. جواب سریع اینه که جریمه نقدی، یعنی اینکه اگر یه خطایی کردی، حتی اگر نمیدونم قرمز رد میکنی، یا نمیدونم یه نفر کتک میزنی، با ماشین به یه نفر میزنی، نه بمیره، آسیب جدی ببینه، مثلا دست و پاش لم بشه یا هر بلایی سرش بیاد، جریمه نقدی میشی. جوابای غلط چیه؟ اعدام، تودسشترافه، اعدام، اینو اخبار خیلی میشنوین. فولتر، شکنجه، یه نفر شکنجه که میکنن میگن فولتر، شکنجه میشه فولتر، یعنی یه خطایی بکنی ببرن شکنجت بدن، همچین چیز تو آلمان نیست، اعدام هم نیست. و پروگلشترافه، این میتونه درست باشه ولی جواب غلطیه، یعنی اینکه هر کاری بکنی برن کتکت بزنن، این غلطه، 100% هم غلطه، همچین چیزی نیست، فقط با جریمه نقدی هست که میشه. Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt؟ میگه که دی قانون اساسی آلمان اسمش چیه؟ Grundgesetz. میبینید سوالا بعضی جاها تکرار میشه. Eine Partei in Deutschland Bundestag، این کلمات رو بچه‌ها دیگه فارسیش اینجا نوشتم، هم خیال خودم راحت کنم هم برای شما مفید باشه. گفته که پارتای میشه حزب در آلمان، در مجلس آلمان، این دویچن بوندستاگ، مجلس آلمان، یک حزب ویل میخواهد آزادی مطبوعات رو لغو کنه. آیا این ممکن هست؟ یا سریع میدونیم غلطه، همچین چیزی امکان نداره که شما بتونید آزادی مطبوعات رو قطع کنید. بعد جواب صحیح ناینه، پس این دوتا میتونه باشه، ولی حالا جواب صحیح میگه که ناین، denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht، یعنی به خاطر که میگه که نه، هیچ کس نمیتونه این رو لغو کنه، به خاطر اینکه حقوق اولیه ای انسانی محسوب میشه. Sie kann nicht abgeschafft werden، یعنی این نمیتونه abgeschafft یعنی لغو بشه. یه چیز کوچولو اطلاعاتی بهتون بگم بچه ها، ما 17 یورو ما میدیم آرده CDF، درسته؟ هر خونه باید 17 یورو بده که حالا قبلا گرانتر بوده بمانن. پولی که شما میدین برای این، برای آزادی مطبوعات توی آلمان خرج میشه و این پول رو با کمال میل بدین، چون همین آزادی مطبوعات باعث شده خیلی دموکراتی توی این کشور حمایت بشه. خب حالا مطبوعات منظور هم تلویزیون، هم روزنامه هست، هم مجلات، هم کتاب، همه چی هست. بعد حالا میگه که جواب صحیح رو گفتیم، حالا جواب مینی صحیح چیه؟ میگه که ناین، این تا اینجاش درسته، den nu Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen، یعنی فقط بوندسرات میتونه اون آزادی مطبوعات رو برداره. بوندسرات میشه مثلا سنا، کسایی که مثلا بالا نشستن تصمیم میگیرن و اینا، مثل مجلس خبرگان مثلا بگیم. حالا این پارلمنت شته دبگریف، یعنی این عبارت هست که مثلا میشنوین، منظور میخواد بگه که مثلا اینو میشنوین که میگین اپوزیسیون، جناح مخالف. حالا میگه که منظور از جناح مخالف چی؟ ببخشید، میگه که این اپوزیسیون، جناح مخالف برای چی نشستن؟ جناح مخالف بچه حال میرسیم بهش که کیا هستن. دی رگیرندن پارتاین، یعنی بهش میگه که حالا جناح مخالف کیا هستن. ببخشید من خودم قاطی کردم. میگه که جناح مخالف کیا هستن، میگه که احزابی که حاکم هستن، نه
جناح مخالف که اونا نیستن، احزاب حاکم هستن. مثلا تو آلمان الان CDU که جدیدن حالا SPD باهاشون یکی شده متاسفانه. بعد حالا جواب صحیح میگه که آله اب گئوردنته، تمام نمایندگان مجلسی که جزء رگیرونگس پارتای هستند، یعنی تمام نمایندگان مجلسی که جزء حزب حاکم هستند میتونن جناح مخالف محسوب بشن. این راحت حفظش کنی بچه ها، خیلی سختش نکنید، چون بعدیش میاد دی فراکسیونن میت دن مایستن انگئوردنتن. فراکسیونن حالا مثلا نمیدونم فارسی چی میشه، فراکسیون فقط نشنیدم میدونم تقریبا که چی هست. اوکی پس این لطفا حفظش کنید، سوال مهمی هم هست. میبینید 96% امکان 96% امتحانات این سوال بوده، دی فراکسیونن میت دن مایستن انگئوردنتن، و اینا رو ولش کنید. پس میشه همین آله انگئوردنته دی نیت سودن رگیرونگسپارتای گهورن، یعنی کسایی که به به حزب حاکم تعلق ندارن ولی نماینده مجلس هستن. خب ماینونگس فرایهایت این دویچلند معنیش چی است؟ معنیش اینه که دی ماینونگ ماینه ماینونگ این لزه بریفن آیسن کن، یعنی من اجازه دارم توی نشریات من اون من چیزمو بگم، اون فکرمو بگم، نظرمو بگم. حالا میتونید شما حکومتو به قولن بهش اعتراض بکنید، میتونید به آب و هوا، میتونید به خاک، میتونید به هر چیزی اعتراض کنید. پس میشه این آزادی مطبوعات یا این که مثلا ببخشید آزادی بیان، اینه شما میتونید اعتراض بکنید که چرا خانم مرکل مثلا امروز اومده کل، من کل زندگی میکنم ولی این چرا اومده، من دوست ندارم. اوکی میتونید در این حد شما اعتراض کنید. این سوال اولی که خیلی چرته نوشته که اولین جواب در واقع گفته که او فلوگ بلتان، یعنی رو کاغذهای هواپیما من اجازه دارم که چیزایی بنویسم که واقعیت نداره. مثلا چرته این دیگه، این علامت خنده رو گذاشتم اینجا که اصلا دیگه یعنی خیلی چرته. گفته که من اجازه دارم علامت ناتسی ها اون نژاد پرستای قدیم مورد هیتلر رو حمل کنم. این ممنوعه بچه‌ها، شما نمیدونم اجازه دارین کاغذ داشته باشین تو جیبتون حتی، یا مثلا رو دیوار خونه نصب بکنن و اینا، خیلی ممنوع ممنوع ممنوع، با زندان هم ممنوعه. یه کاغذ هم حتی اگر این علامت ناتسی ها این دوتا اثر بذاری کسی ممنوعه. حتی این بچه راستی دستتون رو بالا بگیره یه نفر، شما که این کار نمیکنید، فقط بدونی که این دستشون رو بالا میگیرن، دست راستشون رو بالا میگیرن علامت ناتسی ها، حتی اونم ممنوعه، در حد زندان ممنوعه. Meine Meinung sagen darf, این مینی درسته. Solange ich der Regierung nicht widerspreche. یعنی اجازه دارم هر چیز دلم میخواد بگم ولی اجازه ندارم حکومت رو بهش اعتراض بکنم و اینجور چیزا. همچین چیزی نیست. شما اجازه دارین به حکومت اعتراض کنید. دیگه لازم نیست واقعا توضیح بدم، میدونید. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? میگه که verbieten، verboten رو حتما شنیدین. فربیتن، فربوتن در واقع از فربیتن میاد، این فعلشه، اون اسمه. میگه که اون قانون اولیه آلمان، قانون اساسی آلمان چه چیز رو ممنوع کرده؟ کار اجباری، بهش میگن زوانگز آباید. کار اجباری نه اینکه اجبار دارین کار بکنین، کار اجباری یعنی اینکه کار بکنین پول بهتون ندن، منظور اینه کار اجباری. خدمت سربازی ممنوع نیست، هست فرای بروفسوال، یعنی هر شغلی انتخاب بخوای بکنی، و کار در خارج، اینا همه آزاده. مثلا من دیگه دوست نمیخواد آدم فکر کنه. Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt؟ یعنی که چه موقع اون Meinungsfreiheit، آزادی بیان، یکم محدود میشه، ممنوع نمیشه، محدود میشه. حالا یکم پیچیده است یعنی چی محدود شده، کوتاه میگم بعد از جوابا. Bei der öffentlichen Verbreitung، یعنی falsche Behauptungen gegen ببخشید über einzelne Person، میگه که وقتی که نظرتون رو در مورد یک شخص، ادعای رو در مورد یک شخص شروع کنید به پخش کردن. مثلا میگه که بچه ها، مثلا میگه که اگر یه نفر شما فکر میکنید که اختلاس کرده، شروع کنید مثلا پخشش بکنید، این ایراد نداره فکر میکنم، لطفا من هیچ مسئولیت قانونی قبول نمیکنم،
فکر میکنن، هیچ ممنوعیتی نداره. ولی اومدیم یه نفر بیان آبروشو ببریم، مثلا بگین که این به یک بچه مثلا تجاوز کرده، شروع کنیم پخش کردنشو فلان و اینا، یه همچین چیزایی فکر میکنم ممنوع باشه، مثلا در مورد بچه آزاری یا اینجور چیزا. مثلا بیان بگیم مثلا آقای فلانی که تو صدر مجلسه همچین کاری کرده، شروع اجازه ندارن شروع کنیم پخش کردنش، کاغذ پخش بکنیم بگیم این کارو کرده. خب دی ماینونگز اویسرونگ اوبی دی بوندس رگیرونگ، یعنی منظور اون در مورد حکومت آلمان نظرتون رو بگین، مسلما آزاده. بحث مذهبی کنید، آزاده. تو تلویزیون آلمان میبینید که دائم در مورد مذهب ها بحث میشه و میگه که حکومت رو انتقاد ازش کنی، حتی کریتیزیگن کنی، کریتیک بای کریتیک ام شاد، مسلما آزاده. تو آلمان هممون میدونید. دی دویچه گزتس فبیتت، میگه که قانون آلمان این رو ممنوع میکنه که چه کاری رو ممنوع میکنه؟ یک، این حالا دو، رفتار غیر متوازن ب برگر میشه، مثل همبرگر برگر میشه، خدایا میشه شهروند. گفته که رفتار غیر متوازن حکومت به شهروندان، یعنی این که مثلا مثل همدیگه باهاشون برخورد نشه، همون حقوقی که زن داره مرد داشته باشه، چون فلج داره سالم داشته باشه، یه همچین چیزایی. و حق آزادی تجمع، یه جا جمع بشن شعاری بدن و اینجور چیزا، این حقشو دارن، ولی باید ملت بشه بچه ها تو بورگران تو اینا این چیزا. پتیسیون ده بورگ اون بورگرینن، یعنی تقاضای اون شهروندان، شهروندان یه تقاضایی دارن، مثلا جمع میشن میگن که این خیابون رو باور کنین این هست، مثلا یهو یه ساختمون میخواد یه جا ساخته بشه 10 طبقه هست، اون ساکنین اون جمع ساخت منطقه جمع میشن پلاکارد میگیرن و اینا که این آپارتمان نباید ساخته بشه به خاطر که مثلا ویوی آپارتمان های ما رو زشت میکنه، مثلا این خیلی زشت طراحی شده اجازه نداریم بسازینش، اینقدر قدرت داره این مسئله، چون تو نشریات منتشر میشه و فلان چنان و اینا، که خواست مردم اینه. حالا ببینید حکومت چی کار میکنه، کنسل میشه، مسلما کنسل میشه این پروژه بدون هیچ شکی. پس این واقعا این هست. ماینینگز فرایهایت بوونر اون بوونر اینن، یعنی آزادی بیان اون افخاصی که تو اون جامعه زندگی میکنن. ویلچی گرونتهایت ایست این آرتیکل 1، یعنی بخش اول گرونتگزتس سه دویچلند گارانتی شده، یعنی 100% انجام میشه، این گارانتی شده که این همیشه هست. میگه که اون حیثیت انسانی غیر قابل اون انتصبار هست، یعنی غیر قابل تعرض هست، این مسلمان هست. حق زندگی بذاریم و حق آزادی دین و حق آزادی بیان. منظور این است که توی آرتیکل 1 بچه ها این هست، اینای دیگه تو آرتیکل 2-3 ممکنه باشه. فکر نکنید که حالا سوال میاد حالا تو آرتیکل 2 چی بود، آرتیکل 3 چی بود. این میخواد بگه که این اولین و مهمترین چیز هست که آبروی انسانی نباید بهش تعرض بشه، حیثیت انسانی. ولی باقی موارد هم جز کنگزتس هست، ولی آرتیکل 1 نیست. اوکی، پس اینو حفظ کنید، حیثیت آرتیکل 1، حیثیت مهمترین، اینجوری حفظش کنید. واس بشتت من اونتر دم گرش unter dem Recht Freizügigkeit. Freizügigkeit یعنی دست و دل بازی. من سوالا رو نفهمیدم فارسیش چجوری میتونم بگم. میگه که حالا میگه که was versteht man، یعنی چی این؟ چی آدم میفهمه؟ unter dem، این unter dem این همیشه با هم دیگه میاد. was versteht man unter x y. حالا یعنی که دست و دل بازی یعنی چی؟ این غلطه، این دست و دل بازی ربطی نداره، نمیدونم فارسیش چی بزنم. من darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen، یعنی آدم اجازه داره محل سکونتش رو خودش انتخاب بکنه. دوست دارم اینجای شهر زندگی کنم، اونجای شهر زندگی کنم، طبقه 5، طبقه 10، این خودت باید تصمیم بگیری. همین جوابش هست، تموم شد. حالا جوابای غلط
من اجازه دارم شغلم رو عوض کنم، ربطی به دست و دلبازی نداره. من اجازه دارم خودم برای دینم تصمیم بگیرم، ربطی به دست و دلبازی نداره. و چون اینا خصوصی تره، خب اینا یه کمی به شهر میتونه ربط داشته باشه. شما مثلا وقتی که بیکار هستین اجازه نداره، مثلا شغلی نداره که بخواین عوضش کنین، یا مثلا نمیتونین، ربطی نداره که آیا میخواین دینتون عوض کنین یا اینا به دولت. ولی اینکه کجا زندگی میکنین یه جورایی به دولت ربط داره، چون اونا میخوان پولشو بدن. چقدر میتونن پول بدن مهمه، به دولت ربط داره، ولی اینکه کجا زندگی میکنین به دولت ربط نداره. من دوستان تا حالا 25 ام زندگی کنم. اینه این پارتای این دویچلند ففولک دا سیل این دیکتاتور سو این رشتن، یعنی یکی از احزاب تلاش میکنه این هدف رو داره که یک دیکتاتور رو منصوب بکنه. ایست زی ایستن، یعنی اون پارتای دی پارتای زی ایستن، این چی میشه؟ مغایر با قانون اساسیه. ففسونگز ویدریش، ویدریش یعنی مغایرت، تضاد. ففسونگ مغایر قانون اساسیه، همچنین چیزی امکان نداره. این حالا مثلا چیزای دیگر رو میخواد بگی که حالا مثلا مغایر با قانون اساسی علیهش، یعنی مخالفش، کلمه مقابلش میشه گزتستخوی، یعنی این با قانون اساسی مطابقت داره، مطیع قانون اساسی. یا مثلا میتونیم بگیم که رشتستاتلیش اورینتید، یعنی همسو با قوانین حکومت هست. یا میتونیم بگیم تولرانت، این قابل تحمل هست. مثلا تولرانت منظور آره مثلا این که میشه بهش حالا یه فکری کرد ببینیم حالا چی میگین شما. ولی همین که مثلا بگیم که من میخوام این دیکتاتور رو بشونم، میگن خب تموم شد، مثلا غیر قابل باوره، غیر قابل قبولی. مثلا بگیم که مثلا میخوام اعدام رو توی آلمان ببینم، بیان بررسی بکنیم تو مجلس، ببینیم مثلا کسی آدمکش اعدامش کنیم یا نه. چون اعدام وجود نداره، اون اول کار میگن رد شد دیگه، نمیخواد حتی وقت بذاریم در موردش صحبت کنیم. ویلشس واپن ایز داس واپن دس بوندس ریپوبلیک دویچلند، این عقابه هست، قاطیش نکنید لطفاً. یه دونه عقاب هست، دو تایی نیست، سه تایی نیست، اینور نیست، اونور نیست. زمان نازیایی که اومد این عقابه رو دستکاریش کردن، این شکلی اون شکلیش کردن، اونو یه وقت توی امتحان انتخاب نکنین. این تک عقابه هست، اون علامت نازیار که اصلا نمیذارن چون اون ممنوعه، ولی مثلا حالا دو تایی سه تایی نابود، نه اون انتخاب نکنین، این تکیه هست، یه عقابه تنها. سوال بعدی دقیقاً میگه که ساختار نظام آلمان چی هست؟ آلمان یک جمهوریه، جمهوری دموکرات آلمان بهش میگن، جمهوری هستش. مونارشی پادشاهی، دیکتاتوری یا جانشینی نیست. جانشینی یعنی این که مثلا یه پادشاه داشته باشه بمیره پسرش بشینه، یا مثلا بگی من دوست دارم داداشم بشینه، وقتی مرد داداشش بشینه. اینجوری نیست توی آلمان، ریپابلیک هست، جمهوری هست. جمهوری یعنی که رئیس جمهور داشته باشن، رئیس جمهورش هم با رأی مردم انتخاب بشه، معنای جمهوری. این دویچلند زین دی مایستن ایرب استیتیشکایت، یعنی زین دی مایستن ایرب استیتیشکایت، یعنی که توی آلمان اغلب افراد شاغل هستن. شاغل بودن توی آلمان به چه معنا هست؟ یعنی این که یا توی یه شرکت یا توی یک اداره کار بکنی. این میگن به قولن اون ایرب استیتیشکایت. مثلا یه کشوری که وابسته به کشاورزیه ممکنه به هردش کمتر باشه، به جای فیرما مثلا کشاورزی باشه. ولی توی آلمان چون صنعتی میگه یا فیرما هست یا اداره هست یا یک ببخشید شرکت یا یک اداره هست. حالا که میگه که حالا مثلا اربستتیشکایت غلطاش اینا هست که یه دونه مثلا شرکت خصوصی فامیلین کوچولو داشته باشه، مثلا بابای رئیس باشه، مدیر عامل باشه، انگار تو ایران مثلا بابای رئیس مدیر عامل داداش و پسرامو و دختر خاله و پسرامو و نمیدونم فلان کنانش هم تو زیر دستاش میشن. همچنین چیز تو آلمان هست، قانونی هم هست، ولی میگه که جواب این سوال اون نیست. ایرن آمتلیش فیو دی بوندسلند تیتیش، یعنی کارمند دولت بودن. این بچه خنده دار هستن به نظر میرسه تو آلمان که بگی که مثلا همه کارمند دولت هستن. توی کره شمالی تا اونجایی که میدونم اینجوری هست، شما یه جورای همه کارمند دولت محسوب میشن، به خاطر همین سیستم کمونیستیش و فلان اینا که حقوقا یکی باشه و این چرت و پرت ها. بعد سوال بعدی میگه که همه خودکفا هستن، همه زلبشتندیش هستن. خب همه زلبشتندیش باشن که میخره، حالا اینطور نیست. چند تا استان در آلمان داریم؟ 16 تا. تموم شد رفت. سوال 24.
گفته کدومش جز استانهای آلمان نیست؟ سوالی هم هست که خیلی میاد. او خیلی رفت. کدومش جز استانهای آلمان نیست؟ نوردهن وستفالن استان آلمانه، زاکسنن هالت استان آلمانه، مکلنبورگ استان آلمانه، پس الساس لوترینگن همچین چیزی نیست، اصلا جز استانهای آلمان نیست. 16 تا استان آلمان رو بهش میرسیم درس بعدی. میگه که آلمان هست، دموکراتیشه اون سوسیال بوندستاگ، یعنی یک کشور دموکراتی و اجتماعی هستش، سرمایه‌داری نیست و کمونیستی هم نیست. بچه این دوتا رو علامت زدم یه وقتی قاطی نکنه، دموکراتی سوسیال، دی اس دی اس اس دی، یکی از این دوتا حفظ کنید. اس اس نیست، سوسیال اون سوسیالیستیشر این نیست، اوکی؟ یعنی اجتماعی باشه و خود اون افراد جامعه بر اون کشور حکومت بکنن. میشه مثلا 300 سال پیش تو دهاتای ایران که مثلا همه خودکفا بودن، همه خودشون تصمیم میگرفتن. اینجوری نیست که مثلا مردم یه روستا تصمیم بگیرن تو اون روستا چه اتفاقی بیفته. اون دموکراتی و سوسیال. دوچلند ایست بوندسشتات، یعنی حکومتش استانیه، 16 تا استان داره دیگه، این تموم شد رفت. نه دیکتاتوری، نه مونارشی است، نه سوسیالشتاته. پس شد بوندسشتاته. یعنی یک حکومت استانی، هر استان برای خودش یه سری اجازه ها داره که تصمیم ها رو بگیره. ولی قانون اساسی کلی برای همه اون استان ها یکی هست. وبلت این دویچلند دی انگ اوردنتن سوم بوندستاگ. یعنی میگه که اون نمایندگان مجلس رو چه کسانی انتخاب میکنن؟ جواب صحیح وال بلش دیگه فولک. فولک میشه قوم معنی فارسیش، ولی منظور حالا اینجا افراد واجد شرایط رأیه. نه اقتصاد، نه ارتش، نه مدیریت هست که کشور رو انتخاب میکنه نمایندگان مجلس رو، بلکه افراد واجد شرایط که بعضی هاش اینقدر مسخره است که نیازم دادم سوال بپر توضیح بده. کدام پرنده ولشتیه، کدام حیوان ایس وپنتیه در بوندس ریپوبلیک دویچلند؟ میگه که وپن میشه پرچم. میگه که روی پرچم کشور آلمان چه پرنده ای هست، چه حیوانی هست؟ عقاب. نه شیره، نه خرس، نه اسب، عقاب. واس ایس کاین مرک مال اونزغه دموکراتی، یعنی میگه که کدوم علامت یک دموکراتی نیست. کاین مرک مال علامت دموکراتی نیست، نشونه دموکراتی نیست. سانسور مطبوعات، پرسه میشه مطبوعات، پرسه سنسور. سانسور رو همه شنیدین، سانسور فرانسویشه، آلمانی ها میگن سنسور. سنسور خوان چوانگی بود، چینی، فیلم های چینی همچین چیزی به نظرم میاد انگاری. سنسور فیلم های چینی به نظرم میاد. پرسه سنسور، سانسور مطبوعات. رگل مثلی که والن یعنی رأی دادن منظم، مسلماً جز دموکراتی هست. ماینونگز فرای های جز دموکراتی هست. فرشیدن پارتاین جز دموکراتی هست که احزاب مختلف باشه توش. در واقع توی دموکراتی میگه که احزاب مختلف باید همیشه باشه. خیلی وارد سیاست آلمان من نمیخوام بشم، نه دوست دارم نه حوصله‌اش دارم، ولی پرسسنتون سانسور مطبوعات هست که جزء علامت های دموکراتی نیست. خیلی خوب، ببینیم ویدیو بعدی چجوری پیش میره. یه محبت کنین برام بنویسین که تکنیک چیه، چجوریه، چقدر فهمیدین، راهی به نظرتون میرسه که بهتر انجام بشه و اینا. و خواهش دوم که ازتون دارم اینه که یه محبت به من کنید و سایت رو به دوستاتون معرفی کنید. این محبت بزرگ رو به من اگر همین الان بکنید، که همین الان ویدیو که تموم شد برای 5 تا 10 تا از دوستاتون توی واتساپ، اینستاگرام یا هر تلگرام یا هر چیز دیگه ای بنویسید yadgiri.de و ارسال کنید. چیز دیگه هم نمیخواد بنویسید، خودش روش کلیک میکنه و میاد داخل سایت. بچه ها ویدیوها رو ترجیحاً از طریق سایت دنبال کنید، یعنی شما روزانه سایت رو هر از گاهی یه نگاه بندازین، میدونید که ویدیوهای جدیدم اون بالای بالا راحت گذاشتم، میتونید روش کلیک کنید و ویدیوهای جدید رو راحت ببینید. ترجیحاً از طریق سایت دنبال کنید که من دارم نظر رو بر اساس سایت میچینم، خودتون راحت تر خواهید بود، برای من فرقی نداره، برای خودتون که راحت تر باشه. قربانتون، تا ویدیو بعد، خداحافظ.